با سلام و آرزوی بهترین ها خدمت دوستان و بینندگان عزیز. امروز میخوام یه خورشت گیلانی بسیار خوشمزه به اسم ششنداز بادمجون رو بهتون آموزش بدم. طریقه درست کردنش تقریبا مثل فسنجونه، ولی داخلش از گوشت و شکر استفاده نمیشه و به جای اون از بادمجون استفاده میشه. بسیار بسیار خوشمزه است. شهرهای دیگه هم ششنداز دارن ولی خیلی متفاوته، مثل زنجان که ششنداز خرما داره و به عنوان صبحانه ازش استفاده میکنن، خیلی خوشمزه است، یا ششنداز اصفهان یا ششنداز شیراز که داخلش از هویج استفاده میشه. اگر عمری باقی باشه حتما اونا رو هم بهتون آموزش میدم. ولی قبل از اینکه آموزشم رو شروع کنم میخواستم چاقوهای برادرم رو بهتون معرفی کنم. چاقوهای دستساز یاکوزا محصول ژاپن از کمپانی رنجر که محصولات برادرم هست، حتما به پیجش مراجعه کنید. این چاقوها در نوع خودشون بی نظیرن. کسایی که دیگه خسته شدن از خریدن انواع و اقسام چاقو، میتونن با خریدن یک چاقو تا آخر عمر خودشونو بیمه کنن. خب عزیزانم، بریم با معرفی مواد اولیه این خورشت خوشمزه رو بهتون آموزش بدم. مواد لازم برای تهیه ششنداز بادمجان گیلان: بادمجان قلمی 4 عدد، پیاز بزرگ 2 عدد، که هم میتونید پیاز داغ کنید داخل غذا بریزید یا مثل من رنده کنید و بعد تفتش بدید. حتماً با دنده درشت رنده رندش کنید. مغز گردو 250 گرم که اونم کاملاً آسیابش کنید. ربع انار 3 قاشق سوپ خوری. خب عزیزان، میتونید هم از ربع انار ترش یا ربع انار شیرین یا ربع انار ملس استفاده کنید. ربع اناری که من اینجا استفاده کردم شیرینه. فلفل سیاه، زردچوبه و نمک به میزان لازم. بادمجونا رو پوست میکنید، به این شکل حلقه حلقه میکنید، تقریبا حلقه هاتون 2 سانتی باشه. توی آب نمک قرار میدید حدود 2 ساعت، هم تلخی بادمجون گرفته بشه و هم روغن کمتری مصرف کنه. من یه بادمجونم به این شکل پوست کندم و از وسط 4 تا برش زدم. اینو برای تزیین میخوام استفاده کنم. بادمجونا رو تو آب نمک قرار میدید، بعد از آب نمک خارج میکنید، یک مقدار آب سرد روش میگیرید تا شوریش گرفته بشه، داخل آب کش میریزید تا آب اضافیش گرفته بشه و آماده سرخ شدن. بعد از اینکه آب اضافی بادمجونا گرفته شد، با مقداری روغن بادمجونا رو سرخ میکنید و کنار میذارید. و همونطور که از قبل گفتم، این بادمجون رو برای تزیین به این شکل در آوردم، اونم سرخ میکنیم و کنار میذاریم. بعد از اینکه بادمجون سرخ شد، اون روی دستمال قرار میدید تا روغن اضافی بادمجون رو گرفته بشه. ابتدا گردواتون رو تا اونجایی که میتونید آسیاب کنید تا کاملا پودری بشه. با هر وسیله‌ای که در دسترس داشتید میتونید این کار رو انجام بدید. خب عزیزان، وقتی مغز گردوها به این شکل پودر شد، کنار میذاریم. اگر شما آسیاب نداشتید که مغز گردوها رو آسیاب کنید، میتونید از رنده هم استفاده کنید و با دنده ریز گردواتون رو کاملا رنده کنید. خب عزیزان، ابتدا ظرفی رو که میخواییم خورشتمون رو داخلش آماده کنیم روی حرارت قرار میدیم. اینم 2 تا پیاز داشتیم که من با دنده درشت رنده رندش کردم به این شکل، بدون روغن داخل قابلمه میریزم.
مثل فسنجون که میخواییم درست کنیم، این مراحلش کاملا شباهت زیادی به درست کردن فسنجون داره. حالا اجازه میدیم تا کاملا آب پیاز کشیده بشه. خب عزیزان، همونطور که میبینید پیازا کاملا آبش کشیده شده و یک مقدارم رنگش تغییر کرده. تو این مرحله روغن خیلی کمی بهش اضافه میکنیم، حدود 2 قاشق سوپ خوری، به خاطر اینکه میخواییم از مغز گردو هم داخلش استفاده کنیم. خود مغز گردو روغن میندازه و غذاتون رو بیش از اندازه چرب میکنه. یک مقدار دیگه پیازا رو تفت میدیم. خب عزیزان، بعد از اینکه روغن رو به پیاز اضافه کردید، 3 دقیقه با حرارت متوسط تفت بدید کافیه. مغز گردوهایی رو که آسیاب کردیم اضافه میکنیم. اینجا باید دقت کنید، ما نمیخوایم مغز گردوهامون رو سرخ کنیم، فقط میخواییم حدود 1 دقیقه با حرارت متوسط تفتش بدیم تا به روغن بیفته و اون بوی خامی مغز گردو از بین بره. حرارتتون متوسط باشه، به این شکل مرتب هم بزنید چون مغز گردو زود میسوزه. 1 دقیقه که تفت بخوره کافیه. مغز گردو رو به این شکل باز کنید تا کاملا بوی خامی مغز گردو گرفته بشه. تو این مرحله زردچوبه رو اضافه میکنم. فلفل سیاه و نمک. خیلی زود مغز گردو ته میگیره، خیلی مراقب باشید. حالا حدود 2 تا 3 لیوان آب بهش اضافه میکنیم. یه ذره مواد رو کاملا هم بزنید تا گردو داخل آب باز بشه. از اینجا به بعد حرارت باید خیلی ملایم باشه، باید مواد کاملا بجوشه و به روغن بیفته. به هیچ عنوان تو این مرحله رب انار رو بهش اضافه نکنید. اگر رب انار رو اضافه کنید خورشتتون لعاب نمیندازه. در ظرف رو میذارم، ابتدا حرارت رو متوسط میکنم تا بجوشه، وقتی که جوشید حرارت رو ملایم میکنم تا خورشتمون یک مقدار غلظت پیدا کنه. خب عزیزان، حدود 1 ساعت و نیم گذشته، همونطور که میبینید خورشت ما کاملا به روغن افتاده و اینم از غلظت خورشتمون. تو همین مرحله رب انار رو اضافه میکنیم. خورشت رو یک مقدار هم میزنیم تا رب انار تو خورشت باز بشه.
در ظرف رو میذاریم، حرارت همچنان ملایم تا طعم رب انار به خورشتمون بره. 10 دقیقه گذشته، همونطور که میبینید خورشتمون کاملا جا افتاده. ببینید گردو و امروغن خودش رو کاملا پس داده. تو همین مرحله بادمجونا رو به خورشتمون اضافه میکنیم. 5 دقیقه هم که بادمجونا داخل خورشت بمونه با حرارت ملایم بپزه کافیه. یه همه کوچیکم میزنیم. در ظرف رو میذاریم و 5 دقیقه زمان میدیم تا بادمجونامون مزه‌دار بشه و یک مقدارم داخل خورشت بپزه. تزئین شده این غذا رو خدمت شما عزیزان ارائه میدم. خورشت ما آماده شد. من اونو با کته سروش کردم و تقدیم میکنم به همه هموطنای عزیزم. این خورشت واقعا بی نظیره، مخصوصا برای کسایی که گوشت نمیخورن و گیاهخوار هستن. توصیه میکنم حتما این خورشت خوشمزه رو تهیه کنید و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. امیدوارم این آموزشم مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. تا یه آموزش دیگه، شما دوستای خوبم رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.